با سلام دوستان عزیز، حتما مستحضر هستید که اخیراً آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه در کسوت یک روحانی و با عنوان حجت الاسلام و المسلمین در کرسی ریاست مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران بیان میکنه که کتاب تفسیر بیان السعاده که مورد نظر آیت الله خمینی بوده متعلق به حاج ملا سلطان علی گنابادی نیست و آیت الله خمینی این حرف رو درست نگفته، غلط گفته. چرا؟ چون صاحب کتاب از ذریعه یعنی آقا بزرگ تهرانی این کتاب رو منتسب به یه شخص دیگه کرده و نام بیان ساده رو هم که میبره میگه ملا سلطان، ملا سلطان گنابادی، به این اعتبار که خب این تفسیر منسوبه به ملا سلطان گنابادیه. اما اینکه واقعا این تفسیر مال ملا سلطان گنابادی است یا نه، بهتر مراجعه کنید به الذریعه. آقا بزرگ تهرانی در الذریعه میفرماید این تفسیر بیان ساده مال یکی از عرفا بوده و ملا سلطان گنابادی این تفسیر رو به نام خودش جعل کرده. در واقع یک نوع سرقت، ولی متاسفانه چون انتشارات حقیقت مال فرقه نعمت الله گنابادی است و بیان ساده رو چاپ میکنن، به نام هم ملا سلطان گنابادی چاپ میکنن. پس آقای خسروپناه با این صحبتی که اینجا مطرح میکنه خودش رو پیرو مکتب و طریقه و روش آقا بزرگ تهرانی صاحب کتاب از ذریعه میشموره، نه آیت الله خمینی. یک چنین ادعایی امر ساده‌ای نیست، به خصوص برای کسی که در کرسی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه در ایرانه. اینجا دو حالت پیش میاد: یا ایشون داره درست میگه، یعنی آقای خمینی دروغ گفته، یا ایشون داره دروغ میگه، که این سوال مطرح میشه که پس چه دست ایشون رو در این کرسی نشونده. ما هیچ پیش‌داوری در این مورد نداریم، ما نمیدونیم ایشون داره درست میگه یا آقای خمینی با علم به اینی که آقا بزرگ تهرانی یک چنین سخنی رو گفته بود باز هم متذکر میشه که تفسیر قرآن متعلق به حاج ملا سلطان علی متعلق به حاج ملا سلطان علی و نه کسی دیگه است. مثلا عرفایی که در طول این چند قرن، چند این قرن آمدند و تفسیر کردند، نظیر محی الدین در بعضی از کتابهاش، عبدالرزاق کاشانی در تعویلات، ملا سلطان علی در تفسیر، این هایی که طریقه شون طریقه معارف بوده است، اینها تفسیرهایی نوشتند. خب بعضیشون هم در اون فنی که داشتند خوب نوشتند. ما از آقای دکتر حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه درخواست کردیم که برای روشن شدن ابعاد این قضیه در برابر چشم مخاطبان خودش، یعنی بسیجی ها، یعنی نیروهایی که ایشون اونها رو نیروهای ارزشی و اعتقادی به شمار میاره، در یک برنامه مناظره زنده تلویزیونی با ما شرکت کنه. برنامه‌ای که مستقیماً از کانال تلویزیونی دور تیوی در فضای سایبری پخش میشه. در این حال در هر برنامه تلویزیون دیگه‌ای هم که ایشون
مایل باشن میتونن اون رو همزمان پخش کنن، از مخاطبان خودشون هم دعوت بگیرن که بیان بشینن و به طور زنده این مناظره رو بین من و خودشون ملاحظه بکنن، بعد داوری بکنن. آقای عبدالحسین خسروپناه، این گوی و این میدان. با تشکر.